میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه، اولین جمعه سال. به خدا اینا دیوونه، اصلا یه وحشتناک دیوونه. بنر زدن 1300 و 403، شما فکرشو میتونی بکنی؟ بنر بزنن تو خیابون و جاده ها بنویسن 1300 و 403، یعنی چاپچیه بی سواده، اینا بی سوادن، هر دو بی سوادن، هیچ کی این وسط وجود نداره که جواب اینا رو بده. به هر حال 23 ماه مارس است و 3 ماه فروردین و رسیدن عید رو یه بار دیگه از صمیم قلب به شما نازنینان تبریک میگم. قبل از اینکه بریم خدمت آقای آلبرت، یه توضیح بدم بر اون دسته از عزیزانی که برنامه رو به صورت لایو دنبال میکنید. بنا به درخواست آقای حیدری، ما فعلا این برنامه رو در آرشیو قرار نمیدیم تا پس از بازبینی ایشان بشود برنامه رو در آرکایو قرار داد. پس بنابراین لطف کنید و تأمل داشته باشید، خورده نگیرید، چون این برنامه ها متعلق به کسانی است که در اون برنامه شرکت میکنن. میهن تیوی نقش چندانی نداره، فقط خدمتگزار رو بازی میکنه. خواستم این توضیح رو داده باشم که نگید که چرا اون برنامه منتشر نشد. بنا به درخواست خود آقای حیدری فعلا اون برنامه رو منتشر نمیکنیم تا پس از بازبینی ایشان این برنامه منتشر شود. اجازه بدید که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت آقای آلبرت با هزار پوزش و عذرخواهی از اینکه این برنامه رو 1.5 ساعت دیر شروع میکنیم. از شما عزیزان و علاقمندان برنامه آقای آلبرت و شخص خودش که میدونم بسیار بسیار گرفتاره، مخصوصا که روزهای جمعه است و جمعه از همه روزا شلوغ‌تره، عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده. آقا سلام میکنم به شما یه بار دیگه، عید مبارک. ها ما عید مبارکی نگفتیم راستی، این اولین برنامه سال نوه. پس سال نوه خودت و خانواده عزیز و پدر و مادر نازنین، همسر بزرگوار و فرزندانت به راستی از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگم. عیدت مبارک. با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در آمریکا، در اروپا، در ایران عزیز، در هر جایی که صدای ما رو میشنوید یا گوش میکنید یا تصویرمون رو میبینید، من هم به نوبه خودم به یکایک شما عزیزان خجسته نوروز رو شاد باش میگم و سعی میکنیم که از کلمات عربی استفاده نکنیم. میگن این کلمات چشم خجسته، یعنی چی کلمات عربی؟ یعنی چی؟ یعنی مبارک عربی. یعنی چی حرفا چی؟ آقا چرا اینا استفاده؟ خیلی خوب، ما از کلمات فارسی صحبت میکنیم، میگی تهنیت و... تهنیت خب اونم عربیه. شاد باش، شاد باش میگم. اینا میخوان روشه ما رو بزنن، اصلا تصمیم جدی گرفتن که نابود کنن همه چیز رو به نفع خودشون مصادره کنن. آقا زبان تغییر میکنه، شکل میگیره. من آقای بهبهانی خیلی بچه های موقع چیزایی میگم، میگم این کلمه یعنی چی، چون واقعا متوجه نیستم. در هر حال خب طبیعیه، برای اینکه زبان
رشد میکنه، متحول میشه، تغییر میکنه. زبانی که ما مثلا صحبت میکردیم تو عصر نوجوانی، پدر مادران نمیفهمیدن، بودن یعنی چی مزخرفاتو میگی. همینطور بچه ها امروز صحبت میکنن، ما کلماتشون رو نمیفهمیم. یه امر طبیعی رونده، نمیشه جلوی روند رو گرفت که. ولی اینکه عربی بگیم عربی نگیم، باش حق به شماست. در هر حال نوروز رو شاد باش میگم به یکایک که شما عزیزان، به شما بهبهانی، خانوادتون، عزیزانتون و کسانی که شما رو دوست دارن و این برنامه رو دوست دارن ببینن. امسال این جامعه، خب اولین برنامه من و شما در سال نو هست، ولی سال 1403 ببینم امسال خیلی جالبه. امسال هم جشن، هم نوروزه، هم مارمزونه، هم جشن پوریمه. خب جشن پوریم یه جشنیه که در حقیقت یه جوری ما هم درش ایرانی ها سهیم. به خاطر همینه که اسرائیل و ایران و یهودیت و اینا تو تاریخ به همدیگه گره خوردن. همین داستان استر و مردخای که مقبرشون در همدانه، من همونجا چند بار رفتم در جوانی وقتی ایران بودم، عکسای زیادی از اونجا گرفتم دارم. و میگم همه چی اینا به هم، مثل همین که الان گفتی عربی نگو فارسی بگو، نمیشه. اینا به هم گره خوردن، نمیتونی استر و مردخای از تاریخ ایران حذف کنی. مقبرش درون ایرانه. بفهمید شما توضیح بدین که برای ما جالب. حالا این جمعه هم نوروز، نوروز باستانی ما ایرانیان، هم خب ماه مبارک رمضانه، همین که روز پوریم از فردا شروع خواهد شد. و داستان پوریم رو ما بارها اشاره کردیم. آره بگو یه بار دیگه تو رو خدا بشنو. در زمان شاهنشاهی هخامنشی یکی از شهبانوهای ایران به نام استر، البته خب وقتی ما راجع به کلمه استر صحبت میکنیم، استر از همون کلمه استر یا ستاره میاد، یعنی به فارسی ما اونو به عنوان ستاره ترجمه میکنیم، استار. اون استر کلمه استار هست که اینطوری در واقع شناخته شده. استر یک دایی داشته، عموی داشت، حالا من دقیقا خاطرم نیست، به نام مردخای. مردخای یکی از وزرای در اون زمان پادشاه بوده و در واقع مشاور بوده و استر هم همسر پادشاه بوده و یک وزیری در اونجا بوده به نام همان. و این همان حالا به هر دلیلی که بوده تصمیم میگیره که یهودیان رو در ایران بزرگ، در امپراتوری ایران، تمام یهودیان رو قتل عام بکنه. همان ایرانی نبوده، از نژاد در واقع مدیترانه‌ای بوده و در اونجایی که میگن همان ایرانی بوده، خیر همان ایرانی نبوده. و در هر حال مردخای این داستان رو میشنوه که همان قصد قتل عام یهودیان در ایران، امپراتوری ایران رو داره و حتی از پادشاه ایران اون مهر که انگشتر پادشاه بوده رو گرفته که رو هر ورقه که مهر میزنه یا هر دستوری که میده دستور پادشاه باشه. با استر این صحبت رو میکنه، استر این امر رو به نظر پادشاه میرسونه و میگه که چنین چیز داره اتفاق میفته و پادشاه جلوی اون رو میگیره و این قتل عام انجام نمیشه. در این روز، در اون روزی که این قتل عام انجام نمیشه، جشن میگیرن و اون به عنوان پوریم هست. البته امروز صبح وقتی خودم رصدی میکردم بر مطبوعات، به مقاله بسیار جالبی در وال استریت جورنال برخورد کردم که اسم این مقاله بود از همان تا حماس. بدین معنی که در زمان همان یک جوری به یک نحوی یهودیان دنیا، یهودیانی که در زیر امپراتوری ایران زندگی میکردن، مورد اون تفکر یهود ستیزی و اون ایدئولوژی یهود ستیزی قرار گرفته بودن و میخواستن از بین ببرنشون.
و اگر امروز به قول آمریکایی‌ها فست فورورد بیایم برسیم اینجا، اسم این مقاله از همان تا حماس، میبینیم که حماس هم همین تفکر رو داشت، همین تفکر پلید رو بر علیه یهودیان، بر علیه زن و بچه ها، فرزندان، زنان اسرائیلی داشت و دیدیم که در هفتم اکتبر چه کردن. قبل از اینکه صحبت هم تمام بکنم نسبت به همان و جشن پوریم، اجازه بدید به مقاله دیگری که یکی از دوستانم برام فرستاده بودن که بر سر مقبره استر و مردخا که شما اشاره کردین در همدان هست. همدان فکر کنم تا تهران حالا 220 کیلومتری همچی چیزایی فاصله داره تا اونجا که من خاطرم هست. اومدن پرچم فلسطین رو بر سر این مقبره گذاشتن و اون ربای، چه ربطی داره فلسطین؟ بله، و اون خاخامی که به اصطلاح رئیس مذهبی رهبران یهودی ایران که رفته بوده در اونجا، چون میرن بر سر مقبره استر مردخای دعا میکنن، حالا یه مراسمی انجام میدن، وقتی ایشون وارد میشه نزدیک اونجا میشه، میبینه که پرچم فلسطین رو بالای در ورودی این مقبره زدن. خب اولا کشوری به نام فلسطین وجود نداره، حالا چه پرچمی درست کردن و چه بامبولی هست که جمهوری اسلامی در صدر این قرار داره و میخواد این مسئله رو دنبال بکنه که ما بارها راجبش صحبت کردیم، ولی چه ربطی داره که شما پرچم فلسطین رو اونجا بزنید؟ این مقبره یک مقدس ترین مکان یهودیان ایران و شاید یهودیان دنیا، یکی از مقدس ترین مکانهای یهودیان دنیا هست و تا قبل از تغییر رژیم در ایران سال 57 از کشورهای خارج هم می اومدن برای اینکه از این مقبره دیدن بکنن، چون یک جای تاریخی است. در هر حال مطمئن هستم که سازمان های مربوطه به این امر اعتراض خواهند کرد و نظریات را خواهند داد و در چند روز آینده مطمئنم در سوشال میدیا و جاهای دیگه این رو خواهیم دید. فقط خواستم برای اطلاع دوستان و اونایی که این برنامه رو میبینن و دوست دارن از این مسئله اطلاع پیدا کنن، این مسئله رو هم گفته باشم. در هر حال باز هم نوروز پیروز و پوریم هم مبارک یا شاد باش میگم و رمضان هم مبارک باشه بر اونایی که بر اون باورمندانی که دنبال میکنن و روزه و دعا رو برای خودشون جایگاهی میبینن که به اون جایی که میخوان برسن. بفرمایید. بله، واقعا مبارک باشه این جشن بر همه باورمندان از هر دین و آینی. مراسم دینی مردم رو که نمیشه تصاحب کرد، مال خود کرد، تغییرش داد. ما روزگار سختی، یعنی سخت در این روزگار ایرانیان در عصر دنیای مدرن، امروز با نمیم 400 سال پیش، 500 سال پیش، 1000 سال پیش خیلی فرق داره. اینا حرفای تکراریه، نباید وقت رو با اینا تلف کرد، ولی واقعیت همینه که ما داریم میبینیم یک گروهی فاسد، فاجر، روزخون به مملکت ما در حقیقت بر مسند قدرت نشستن تو مملکت ما و این فشاریست بر مردم. امیدوارم این سال سال سرنگونی این نظام اهریمنی باشه، نظام روزخونا. من میبینم آقا هر شب دلم واقعا دیگه برای این آقای چه وزیر خارجه آمریکا دلم میسوزه. این مرد شکست، اصلا پیر شد، انقدر که توی این هواپیما ها نشسته، از اینجا میره قطر، از قطر میره عربستان، از عربستان میره اسرائیل، همینجوری معلومه یه فشاری دارن به اسرائیلی ها میارن و یه قطعنامه رو هم بردن سازمان ملل پس از این توری که آقای بلینکن داشت و سفرهایی که به کشورهای منطقه کرد و به حال یه قطعنامه رو بردن که اونا تمام جنگ رو متوقف کنن، اونا هم تمام اسیرها رو آزاد کنن، ولی این به وسیله چین و روسیه ظاهرا وتو میشه. این در حالی بوده که
بلینکن قول داده بوده که این مسئله رو در این سفری که رفته بود حل کنه و خیلی خیلی فشار آمریکا به روی اسرائیل هست. میبینیم حرفایی که زده میشه از چاک شومر رئیس مجلس سنا که خودش در حقیقت یه یهودیه و حمله ای که به نتانیاهو میکنه. بشنویم از زبان شما این روایت ها رو. در واقع بله، آقای بلینکن هم خب بالاخره پستی که ایشون دارن و موقعیتی که امروز ایالات متحده آمریکا و اسرائیل درش قرار گرفتن و اوکراین، من قبول داری داغون شده این بلینکن بیچاره پیر شده تو این دو سال که من هم اگر برای کسی که کار میکردم اربابم گروگان جناح چپ حزب دموکرات قرار گرفته بود و سال انتخابات هست و رئیس جمهوری در کاخ سفیده که تا الان که داریم صحبت میکنیم نمیتونه برتری، حالا من نمیخوام بگم آقای ترامپ جدا هستم، خیر، من میخوام بگم برتری بر آقای ترامپ نداره. خب اونم گرفتاری خودش داره. نکته من در اینجا اینه که آقای بلینکن فقط از نقطه نظر یک دیپلمات فعالیت نمیکنه، از نقطه نظر یک دموکرات برای اینکه جایگاه رئیس جمهور آمریکا رو بتونه در جای نگه داره که میتونه کمک بکنه به مسئله صلح. ولی خب دیپلمات‌های ارشد آمریکایی این طرحو پیاده کردن و آقای بلینکن وقتی که در عربستان سعودی بودن در یکی از تلویزیون‌های عربستان سعودی این مسئله رو دو روز یا سه روز پیش بهش اشاره کردن که ما داریم طرحی رو می‌بریم سازمان ملل و در واقع داریم اسرائیل رو، نمی‌خوام بگیم مجبور، ولی داریم به اسرائیل فشار می‌آریم. در پی این صحبت آقای پرزیدنت بایدن و آقای بنجامین نتانیاهو تلفن می‌کنن و صحبت‌های رو می‌کنن و آقای نتانیاهو هم تا اونجایی که حداقل اون چیزایی که ما اطلاع پیدا کردیم اینه که گفتن آقا ما به رفاه حمله می‌کنیم و می‌گیریم اونجا رو و قصد ما، قصد تسلیم حماس، آزادی گروگان است. بنابراین طرحی که آمریکا میاره سازمان ملل و امروز صبح این طرح مطرح شد و توسط چین و روسیه در واقع متوقف شد، ویتو شد، به این دلیل به این جریان بود که ایالات متحده آمریکا تقاضای آتش بس فوری کرده بود. خب این برای اسرائیل با وجود اینکه صحبته که با آقای نتانیاهو میکنن که میگه ما آتش بس فوری و دائمی رو قبول نداریم، ما یک توقفی در جنگ خواهد بود، حالا برای 5 هفته یا 6 هفته و یه تعدادی از گروگان‌ها رو آزاد خواهند کرد، حماس این رو قبول نمیکنه. حماس میخواد که اسرائیل از تمامی غزه بیرون بره که این اتفاق نخواهد افتاد. ولی این طرحی بود که فشار بسیار زیادی رو روی اسرائیل میذاشت. پس بنابراین آیا میخوایم بگیم که روسیه و چین دارن از اسرائیل پشتیبانی میکنن؟ خیر، روسیه و چین از حماس پشتیبانی کردن و حاضر نشدن که حماس محکوم بشه، چون در دل این قطعنامه، در پیشنویس این قطعنامه که گفتم آقای بلینکن در عربستان با محمد بن سلمان و بقیه مطرح کرده بود، در دل این، در پیشنویس این، حماس رو محکوم میکرد به عنوان گروهی که بچه ها رو در اجاق منزل های خود همون شهرها سوزونده، به زنان تجاوز کرده و زنان رو برده در غزه و الان همونطوری مورد تجاوزات دائمی ماموران حماس و این اوباش و ارازل هستند. بنابراین این وتو شد و بنابراین شانسی برای، در حال حاضر شانسی برای آتش بس وجود نداره، با وجود اینکه آقای بلینکن بعد از رد شدن وتو شدن این قطعنامه گفتن که به قطر پرواز خواهند کرد و در اونجا قبل از که به قطر برن گفتن که فاصله حماس و اسرائیل از نقطه نظر نزدیک شدن به یک قرارداد کمتر شده. آیا من این حرف رو باور میکنم؟ از نقطه نظر من این یک مسئله دیپلماتیک هست، ولی اجازه بده که قدری وارد جزئیات این مسئله بشیم و متوجه بشیم که چرا، و ببینیم که در واقع در داخل غزه آیا ما به اونجا رسیدیم که این قطعنامه یا هر قطعنامه دیگری یا اصلا مسئله قرارداد صلحی بین طرفین امضا بشه. خب نگاه میکنیم به اتفاقاتی که افتاد در داخل غزه و سخنان آقای شومر که شما اشاره کردید،
در داخل غزه اتفاقی داره میفته اینه که فعلا اسرائیل، من باورم بر اینه که اسرائیل هنوز نتونسته کاملا ریشه حماس رو در اون مناطقی تحت کنترل داره غیر از شهر رفح بکنه. هفته پیش در چند روز گذشته حمله برگشتی شد به داخل بیمارستان الشفا، اومدن دوباره گفتن که حماسی ها اونجا برگشتن و اسرائیل، نیروهای کماندویی اسرائیل مجددا به بیمارستان برگشتن، حمله کردن و حالا میگن 100 نفر رو گرفت، 100 نفر رو کشتن، 200 نفر رو دستگیر کردن. باور من بر اینه که این تله‌ای بود برای گروه حماس و اون حماسی ها هم وارد این تله شدند، یعنی که اسرائیل اون بیمارستان رو خالی کرد، چون اسرائیل میدونست این بیمارستان مرکز مغز قلب اون طراحی و مرکز عملیاتی حماس هست. بنابراین چون تمامی گردان های حماس کاملا از بین نرفتن، خب تعدادی از اونها برگشتن در اونجا که شروع کنن به حمله، ضد حمله های کماندویی بر علیه نیروهای اسرائیلی. خب نیروهای اسرائیلی اونجا رو عمدن خالی کرده بودن چون نمیتونن برن همه این نیروهای حماس رو از زیر زمین از تونل ها بکشن بیرون. بنابراین راه خوبی بود برداشت منه که من فکر میکنم به واقعیت بسیار بسیار نزدیکه. بنابراین حالا نگاه بکنیم به این مسئله و اتفاقی که داره در داخل سازمان ملل میفته. قصد آمریکا با همه اتفاقاتی که داره اونجا میگذره، با همه طرحی که چند هفته پیش آقای پرزیدنت بایدن دادن که آقا ما میخوایم بندر مصنوعی بزنیم که از غذا و کمک های انسان دوستانه رو بیاریم برای اونجا، به اندازه کافی غذا داره وارد غزه و مواد دارویی داره وارد میشه. مسئله اینه که حماس خیلی از اینها رو هایجک میکنه، خیلی از اینها رو میگیره و خودشون نگه میداره، کانفیسکیت میکنه، نگه میداره. بنابراین اگر به مکالمه تلفنی بایدن و نتانیاهو هم نگاه بکنیم، متوجه یک مسئله اساسی میشیم و اون اینه که تمامی این قطعنامه، مهمترین شکاف، مهمترین اختلاف عمومی بین واشنگتن و اورشلیم، بین آمریکا و اسرائیل رو نشون داره میده که امروز کشور اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو اون چیزی رو که دستگاه سیاسی و اطلاعاتی آمریکا میگه نه تنها قبول نداره، بلکه فکر میکنه که آمریکا امروز در سال 1973 نیست. من یه اشاره تاریخی کوچیکی بکنم. در سال 1973 جنگ کوتاه مدتی بود، جنگ یوم کیپور، و اسرائیل باز همین دوچار اون intelligence failure، دوچار اشکالات اطلاعاتی شدن. ولی آمریکا در اون زمان به اسرائیل خیلی کمک های نظامی و اسلحه ها رو پشت جبهه به اسرائیل تحویل داد. دلیل داشت. برای اینکه دید آمریکا در اون زمان، نه به خاطر اینکه یک رئیس جمهور ریپابلیکن جمهوری خواه اونجا بود و وزیر امور خارجه و مشاور یهودی هنری کیسینجر اونجا بود، امروز هم آقای بلینکن یهودی هستن، ولی دلیلی نمیشه، اونها ایمان و اعتبارشون به کشور آمریکاست و همینطور هم باید باشه. چرا آمریکا در 1973 کمک کرد؟ اون کمک ها رو کرد برای اینکه آمریکا یک چیزی رو متوجه شده بود که مصر و سوریه دو کشوری هستند که تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی سابق روسیه امروز بودند، و اگر اتحاد جماهیر شوروی سابق سوریه رو میتونست کاملا کنترل بکنه که امروز روسا دارن میکنن، میتونست به منابع نفتی عربستان سعودی دست پیدا بکنه و از در عقب در واقع وارد عربستان سعودی بشه. و اون چیزی رو که در اون زمان، امروز مسئله نفت مسئله متفاوت‌تریه. بنابراین آمریکا جلوی اون مسئله رو گرفت و به اسرائیل کمک‌های بیکرانی کرد که بتونه جلوی دو گروه، دو ارتش کشورهای عربی مقاومت بکنه، برای اینکه نمی‌خواستن که منابع انرژی کشورهای عرب در دست روسا قرار بگیره و روسا می‌دونستن که اون گلوگاه آمریکا و کشورهای اروپایی که بتونن خفه بکنن. امروز اون فرمول وجود نداره. آمریکا حماس رو به اون خطری که اسرائیل می‌بینه، آمریکا اون خطر رو نمیبینه، به خصوص گروه پروگرسیو یا مترقی، منشون میگم چپ افراطی، همشون یه معنی داره اینا. او چپ افراطیه که پرزیدنت بایدن رو امروز به گروگان گرفته، جور دیگه نمیشه این مسئله رو عنوان کرد، گروگان هستن. برای این دید سیاسی آمریکا در 1973 و 2024 کاملا متفاوته. آقای چاک شومر قبل از اینکه بیان بگن تغییر رژیم در اسرائیل انجام بگیره، چرا نمیگن تغییر رژیم در غزه انجام بشه؟ چرا نمیگن تغییر رژیم در جمهوری اسلامی انجام بشه؟ کدام یکی از این سه کشوری که من گفتم، اسرائیل، جمهوری اسلامی و حماس،
کدوم یکی از اینها بیشتر انسانهای خودشون رو کشتن؟ کدوم یکی از این سه کشور بیشتر جان انسانها رو گرفتن؟ آقای چک شومر فقط دنبال یه چیزه. آقای چک شومر ممکنه یکی یهودی باشه یا یهودی زاده باشه و ایمان هم داره، همیشه هم از اسرائیل پشتیبانی کرده، ولی آقای چک شومر هدف اولیش رأی گرفتن، به خصوص که امسال ما در سال انتخاباتی ایالات متحده آمریکا هستیم. بنابراین آقای چاک شومر دارن نگاه میکنن دو تا ایالتی رو آمریکا که یکیش ایالت میشیگان هست که مسلمانان زیادی هستن، و برای اطلاع بینندگان و شنوندگان بگم که ما در آمریکا 335 میلیون جمعیت داریم، بین 1.8 تا 2% بستگی داره چطور حالا کیا رو یهودی حساب بکنید یهودی حساب میشه، یعنی میشن بین 6 تا 7 میلیون. بنابراین تعداد یهودی ها و مسلمانانی که در آمریکا هستن بین 3 تا 4 میلیون هستن، که از بین اینها بالای 1 میلیونشون مسلمانان سیاه پوست آمریکایی هستند که قدر خب فهم میکنه متفاوته. ولی فراموش نکنید که آمریکا یک کشور ببخشید پروتستان مسیحی اوانجلیکال کریستیان و همینطور هم باقی میمونه. در هر حال من این قطعنامه رو فکر نمیکنم به جای کشته بشه، ولی دنبال این مسئله باشه که در یک دو هفته آینده کشورهای دیگه این قطعنامه رو به فرم دیگری بدون محکوم کردن حماس به داخل سازمان ملل بیارن. در حال من فکر میکنم که چه شکاف بین آمریکا و اسرائیل باشه یا نباشه، من فکر میکنم که اسرائیل یک مسئله رو کاملا میدونه و اون اینه که ریشه کن کردن حماس باید انجام بشه و تسلیم حماس و آزادی گروگان‌ها باید انجام بشه. حالا حماس اون کار رو خواهد کرد؟ این یک گروه مذهبیه که از دل اخوان مسلمی بیرون اومده و اگر هم بارها بازم گفتیم که ایدئولوژی از بین نمیره، به یک شکل و فرم دیگری اینها در جای دیگری سر بیرون خواهند آورد. ولی دنبال این مسئله باشید که مجددا یکی از این طرحها در سازمان ملل مجددا مطرح بشه. بفرمایید. ممنون از شما. همین الان عرضم به حضور شما که ایمیلی دریافت کردم از خانم یا آقای بهار، نمیدونم، نوشته خبر فوری این است که عده مسلح به کنسرتی در مسکو حمله کردند و تعداد زیادی کشته شدند. اگر خواستی در برنامه آقای بوتساز مطرح کنی. نمیدونم ربطش به این برنامه چی بود، اما خودش حامی یه خبر بود که این اتفاق افتاده و عده‌ای به یک کنسرت حمله کردند و بعدها چند نفر کشته شد. اوضاع خیلی آشفته تر از اون نیست که بشه جمعش کرد. نمیدونم، خیلی بده. آقای وانی، در داخل روسیه هفته پیش همونطور که میدونید آقای پوتین خودشون رو به عنوان دیگه ششمین بار فکر میکنم به عنوان رئیس جمهور رفت، مردم رفتن رأی دادن، فقط هم یک کاندید وجود داشت، اونم شخص پوتین بود و رئیس جمهور انتخاب شد. این حمله های بهبانی یعنی حالا از بین خودش و پوتین و ولادیمیر پوتین یکی رو بده انتخاب، فقط یک انتخاب داشت، اونم ولادیمیر پوتین بود. و ایشون اومدن صحبت کردن آقای پوتین و برای اولین دفعه اسم الکسی نوالنی، همون اون مخالفشون که در زندان کشته بودن رو اشاره کردن، گفتن خب این کشته شده و اینطوری و اینا. در حال هر مسئله که پیش اومده، این اتفاقی که امروز داریم میبینیم در مسکو، این خبری که شما اعلام کردین 40 نفر فکر کنم کشته شدن، 100 نفر زخمی، ولی هنوز برنامه هست. خب معمولا درگیری روسا با گروه های مسلمان چچن بود، امروز چچنها با چچنها حمله کردن در حقیقت ممکنه چچنها باشن، ولی اجازه بده در داخل روسیه رو نگاه بکنیم، گروه های مخالف وجود دارن، گروه هایی که از طرف در واقع اوکراین هستن، اونها میتونن این کار رو انجام داده باشن، گروه های دیگری که در واقع میتونستن این عمل رو انجام بدن مخالفان در واقع خود آقای پوتین هستن که میخوان نشون بدن که روسیه نمیتونه اون عمل رو انجام بده. ولی یه اتفاقاتی داره در اون قسمت میفته آقای بهبهانی. الان من امروز چون بخاطر کم بوده وقت و من خودم کار دارم زیاد بهش اشاره نمی کنم، ولی فراموش نکنید که ارمنستان با آذربایجان داره صلح میکنه
و ارمنستان داره از کمپ روسا میاد بیرون که بیاد در کمپ آمریکا، و این مسئله جمهوری اسلامی رو نگران کرده. همه اینها آقای بیابانی به هم دیگه ربط پیدا میکنه در اون جایی که میخوان نشون بدن که روسا اون قدرت نیستند، و در واقع میتونه دست سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در اونجا باشه. حالا چرا 40 نفر انسان بیگناه رو کشتن؟ من فکر میکنم ایجاد کردن ترس و وحشت در داخل کشوری که رئیس جمهورش پوتین هست به نفع خیلی ها تمام خواهد شد، ولی میتونه حمله تروریستی باشه. اطلاعات زیادی در دست نیست، ولی خب در هفته آینده بیشتر راجبش صحبت خواهم کرد. بفرمایید. ممنونم. اما یه طرف دیگه داستان تهدید آمریکاست که ایران رو به راستی گفته میبریم زیر تحریم های بیشتر و چند جانبه و از این حرفا، و علتش هم اینه که میگه ایران این موشک های بالستیک رو نباید در اختیار روسیه قرار بده. این آیا ما داریم واقعا به یه جهان دو قطبی دوباره برمیگردیم؟ یعنی یه ورش کمپ روس، چین، ایران و یه ورش آمریکا و اروپا و اقمارشون، چطوریه داستان؟ تعریف کنید بشنویم. البته این برنامه که تهدید آمریکا در رابطه با این موشک‌های بالستیک که هم اول کشورهای اروپایی این مسئله را رام کردن و آمریکا از این مسئله پشتیبانی کرد، داستان به اینه که آقای بیابانی در چند دهه طول کشیده که جمهوری اسلامی تونسته یک زرادخانه بسیار قوی از نقطه نظر پهباد و موشک‌های بالستیک در داخل کشور تولید بکنه، در داخل ایران تولید بکنه، و این زرادخانه امروز اونجا وجود داره و این یک اطمینان خاطر زیادی به جمهوری اسلامی داده که بله ما میتونیم با این اعمال و این کارامون خاورمیانه رو، منطقه رو، حالا به بقیه دنیا کاری نداره، منطقه رو اونجوری که ما میخوایم به نفع خودمون تغییر بدیم. خب من گفتم جمهوری اسلامی اعتماد به نفس تازه‌ای رو به دست آورده و در واقع از نیروهای نیابتی به اون نحوه که میخواد داره استفاده میکنیم، و میتونیم ببینیم که سیستم جمهوری اسلامی، سیستم فکری جمهوری اسلامی و تفکر جمهوری اسلامی اینه که ما از گروهای نیابتی استفاده میکنیم، دولتهایی رو که این گروهای نیابتی رو ما در اون کشورها درست کردیم، دولتها رو ضعیف میکنیم، حتی اگر اون دولتها طرفدار آمریکا باشن. کیس ان پوینت عراق، شما نگاه بکنید در داخل عراق چندین گروه وجود داره، دولت عراق هم با دولت آمریکا دوسته، ولی گرداننده اصلی کار در داخل عراق دولت عراق نیست، گروه های نیابتی هستن که میتونن ضربات رو انجام بدن. در حال امروز مسئله موشک های بالستیکی و تهدید آمریکا اینه که ما به شما اجازه نمیدیم اگر این موشک ها رو به روسیه صادر بکنید و همون برنامه که با پهپادها پیاده کردید به روس ها بدید، ما شما رو تحریم های مجدد انجام خواهیم داد. ولی در این حال نگاه میکنیم میبینیم که در همین هفته پیش اون چیزی که به عنوان سانکشن ویور هست اومدن انجام دادن آمریکایی و 10 میلیارد دلار از پولی رو که عراق از جمهوری اسلامی برق خریده بود و این پولها به حساب امانه یا اسکرو در واقع ریخته شده بود و این پولها در یک حساب جداگانه زیر کنترل آمریکا وجود داشت، آمریکا این کار رو تغییر داد، پرزیدنت بایدن این کار رو تغییر داد و این پول ها رو، این 10 میلیارد دلار رو اومدن ریختن به حساب جمهوری اسلامی در یک بانک در عمان و اجازه دادند که این پول تبدیل به یورو بشه، چون جمهوری اسلامی نمیتونه رو دلار خرید و فروش بکنه. بنابراین امروز کشورهای اروپایی و آمریکا نگران هستند، نگران سیاست‌های نادرست خودشون هستند. اگر در اکتبر پارسال 2023 زمانی که تحریم‌های سازمان ملل روی جمهوری اسلامی برای تولید و پخش و در واقع پیشرفت‌های که جمهوری اسلامی در این طرح‌های موشک‌های بالستیکی داشته، آمریکا و کشورهای اروپایی این رو تمدید نکردن و گذاشتن که این در واقع به اتمام برسه، و از اونجا به بعد بود که جمهوری اسلامی دید که وقتی روش مسئله ای نیست که اشکالی نداره، شروع کردن به تولید کردن این موشک ها. و امروز خیلی از کارشناسان، خیلی از تحلیلگران میگن این ضعف داخلی آمریکاست. من اینو نمیتونم بگم ضعف داخلی آمریکاست، این برنامه‌ایه که ایالات متحده آمریکا داره. ایالات متحده آمریکا وقتی که
از آقای بلینکین و از کاخ سفید سوال میشه که چرا شما تحریم های سازمان ملل رو برای برنامه موشکی بالستیکی جمهوری اسلامی تمدید نکردین؟ گفتن که ما نمیخواستیم اون مسئله تنش با جمهوری اسلامی به حد بالا برسه، ما تنش زدایی میکردیم برای اینکه ما فکر میکردیم که برنامه های یا هنوز هم فکر میکنیم که دیپلماسی راه خودشو داره. متاسفانه چیزی رو که آمریکا متوجه نمیشه، آمریکایی ها به طور کلی متوجه نمیشن. ما در قسمت قبل راجع به اسرائیل صحبت کردیم، در این قسمت راجع به جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم. چیزی رو که آمریکا متوجه نمیشه، درست مثل سخنان آقای شومر میمونه. آقای شومر و کاخ سفید، آقای چاک شومر با یهودیان آمریکا در تماس هستند، نه با یهودیان اسرائیل. بنابراین دو مسئله جداگانه است. کاخ سفید و آقای بلینکین وقتی میان راجع به اینا صحبت میکنن و نگاه میکنن که از اون زمان، از چند سال پیش تا حالا، پولهایی رو که من گفتم هر دفعه که عراق این پولا رو میگرفته به طور منجمد در یک حسابی بوده، وقتی که آمریکا میاد این کار رو انجام میده، یعنی داره دست جمهوری اسلامی رو باز میکنه برای چه فعالیتی؟ فعالیت های تروریستی. جمهوری اسلامی کسی نیست که بیاد بره رو آرتفیشال اینتلیجنس، هوش مصنوعی سرمایه گذاری بکنه. جمهوری اسلامی کسی نیست که بیاد بخواد کارخونه در داخل ایران بزنه که کار برای مردم تولید بکنه. جمهوری اسلامی یک کشور تروریست پروره. بنابراین این کشور تروریست پرور، امپراتوری تروریستی که درست کردن، خود اربابانشون در آمریکا دارن به اینها کمک میکنن. البته دموکرات‌ها رو منظورم، با جناح چپ دموکرات، حالا بعد دوستان دموکرات هم برنخوره. بنابراین نتیجه گیری که من میخوام در اینجا انجام بدم اینه که امروز اروپا، آلمان، فرانسه و انگلستان بیشتر اون خطر رو حس میکنن تا بقیه کشورها. امروز وقتی که من این توضیحات رو میدم که پولا از حساب امانی میره به داخل کنترل مستقیم جمهوری اسلامی، نشانگر اینه که دید آمریکا و دید کشورهای اروپایی ممکنه که، یعنی در واقع تمامی اهدافش ممکنه در یک مسیر نباشه. امروز آمریکا جور دیگری میخواد عمل بکنه. امروز ایالات متحده آمریکا دیدی رو که داره نسبت به کشورهای اروپایی اینه که ما تا اونجا که تونستیم جلوی روسیه رو در داخل اوکراین گرفتیم. روسیه نمیتونه جنگ اوکراین رو ببره، اما میتونه اوکراین رو بیشتر از این نابود بکنه و در واقع خودش رو هم مرز بکنه با کشورهایی که در ناتو هستن. برای تمامی اینها و در جواب سوال شما در خاتمه که آیا دنیا داره به یک سیستم دو قطبی پیش میره، قطبی که در اون طرف چین، روسیه و جمهوری اسلامی هستن، بله، ایالات متحده نمیتونه، در واقع درسته که صحبت دارن میکنن تمام دارایی روسیه که چند صد میلیارد دلار هست، این پولها رو که گرفتن چه در آمریکا و چه در اروپا در حسابای گذاشتن که حالا داره یا سرمایه گذاری های خود دولت روسیه کرده بوده، از استفاده این پولها دارن مخارج اوکراین رو میدن، سلاحایی رو که اروپایی‌ها دارن میفرستن دارن پرداخت میکنن و حتی در قسمت‌های سلاحای از ناتو که از ژاپن مستقیما اومده به آمریکا و از اونجا رفته به اروپا دارن به اوکراینی‌ها میدن. بنابراین تمامی اینا رو شما جمع‌بندی بکنین متوجه یک مسئله میشین و اون اینه که اگر اتحادیه اروپا و آمریکا میخواستن جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن، جلوی مسئله بالستیکش رو بگیرن، من توضیح دادم که دلیلشون چی بوده ولی من با دلیلشون کاملا مخالفم، اگه میخواستن جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن میگرفتن، میتونستن این کار انجام بدن ولی نخواستن و نمیخوان این کار انجام بدن. دلیلش در برنامه دیگه توضیح خواهم داد، برای اینکه آمریکا از این مسئله جهادگرایی مسلمانان، سلفیگری مسلمانان سنی ترسیده بود و چه بهتر از این که دو قطب یک مذهب رو ما در مقابل هم قرار بدیم و اجازه بدیم که اونها جنگ رو در تئاتر خاورمیانه، نه در تئاتر آمریکا، در تئاتر خاورمیانه، عراق و سوریه و حالا به جاهای دیگه هنوز سرایت نکرده و بقیه ادامه بدن. در حال مسئله اینه که جمهوری اسلامی نه تنها نفتش رو داره به چینی ها میفروشه و پول میگیره و در مقابلش قسمت های میاد و شاید هم طلاهای قاچاق هست که در بازار میفروشن که من هفته پیش اشاره کردم،
کمک آمریکا هم براشون بسیار بسیار بجا به موقع و نشون میده که اینها میخوان جمهوری اسلامی رو سر پا نگه دارن. بفهمید. یه متاسفانه در آخرش بگو، در حالی که عملا متاسفانه آره. آره در حالی که باید عکس باشه، اگر که باور کنیم که جهان به سمت دو قطبی نمیدونم چین و روسیه و جمهوری اسلامی و آمریکا داره حرکت میکنه، خب از همشون ضعیفتر جمهوری اسلامیه. بهتره که این دشمن در حقیقت شر رو اونا زودتر از میونه بردارن. تعجب میکنم از این بازی که اینا را انداختن. میدونم وقت تنگه و ممنونم از فرجهی که به من میدی، بنابراین اینجا کوتاه کنیم و بریم راجع به اون موضوعی که اونجا صحبت شد، گفتم بذار به بعد، یعنی در اونجا در روسیه یه پوتین بود و یه ولادیمیر پوتین و یه رئیس جمهور فعلی که باید بینش انتخاب میکردن و همشون در حقیقت یکی بودن. در آمریکا هم متاسفانه ظاهراً همین شکلی شده، یعنی دو تا حزب گردن کلوف، یکی جمهوری خواه و یکی دموکرات، هیچ گزینه دیگه. خب البته در مورد دموکرات ها معلوم و مسلمه که رئیس جمهوری که از حزب خودشون در کاخ سفید هست رو باید حمایت کنن برای دور دوم، خب اون معلومه. اما جمهوری خواهان رو نمیفهمم که چرا فقط یه نفر که با این همه پرونده با این همه مشکلات همواره اون رو دوباره تایید میکنن. این ماجرای پولی که بدهکار 400 چند میلیون و به هر دری زده نتونسته این پول رو جور کنه و قاضی هم گفته بابتش بهره خواهند گرفت. بشنویم از شما اصلا این ماجرای انتخابات آمریکا رو. ممنون میشم نظرتو بشنو. بفرمایید. اول من راجع به این پول و موقعیت آقای ترامپ صحبت میکنم، بعد به انتخابات میرسم. آقای ترامپ تا سه شنبه آینده وقت داره که یک باند، یعنی شما یا میان تمامی اون پول رو میذارید در گروه دادگاه یا اینکه میرین شرکت های بیمه با پرداخت 10% از اون پول نقد به شما یک باند میدن، به شما یک باند و اینو میبرید به دادگاه میذارید، یعنی در واقع اون شرکت بیمه داره گارانتی میکنه تمامی این پول رو و اون 10% که میدن خب تماما از بین میره دیگه، اون ریسکیه که اون شرکت بیمه برمیداره. اشکالی که پیش اومده اینه که این 455 میلیون دلار بالاتر از رقمی که شرکت های بیمه شاید بر طبق گفته آقای ترامپ با 100 شرکت بیمه تحت تماس گرفتن و شرکت های بیمه بزرگ که باند ایجاد میکنن فقط تا 100 میلیون دلار از نقطه نظر لایبلیتی یعنی در واقع خسارت میتونن قبول بکنن. پس بنابراین رقم خیلی زیاده و این چند تا شرکت ها نمیتونن با هم دیگه ادغام بشن و این کار رو انجام بدن. بنابراین آقای ترامپ داره میگه من نمیتونم این رقم ها بذارم. دادستان نیویورک میگه اگر شما این رقم رو ندی، 455 میلیون دلار باند ندی، 355 میلیون دلار خود اون جرمیه که بر علیه ایشون اعلام شده و 100 میلیون دلار هم بابت بهره دارن از ایشون میگیرن، چون میگن ممکنه چندین سال طول بکشه. بنابراین دادستان نیویورک اون خانم گفتن که اگر شما نیاید تکلیفتو معلوم بکنی ما ساختمانی که داریم رو بلافاصله میاریم حراج میکنیم و این پول میگیریم. حالا آیا این عمل انجام خواهد شد یا نه باید دید. آیا آقای ترامپ میرن دادگاه از قاضی تقاضا میکنن که رقم رو کمتر بکنه، اینم یکی از راهاشه. ولی خب تمامی اینها یک مسئله رو داره نشون میده که اون چیزی که من به عنوان مینگذاری در راه آقای ترامپ به کاخ سفید برای دور دوم هست، این مینها داره میاد بیرون و امکان انفجار این مینها هم هست، یکیش همین اینه و مشکل خواهد بود برای آقای ترامپ که وقتش رو سر این مسئله انجام بده. اما جمهوری خواهان کاندیداهای دیگری هم داشتند، من جمله خانم نیکی هیلی، آقای دیسنتز فرماندار ایالت فلوریدا و بقیه. منتها مسئله که در اینجا وجود داره اینه که این چند نفر که من اسم آوردم هنوز به طور
سراسری نمیتونن آرا رو به دست بیارن. خانم نیکی هیلی که تا آخر سر موندند، که من فکر میکنم آقای ترامپ باید ایشون رو به عنوان معاون خودش انتخاب بکنه، ولی فکر نمیکنم این کار رو بکنه. ایشون سخنگوی گروهی هستند که جمهوری خواه مستقل هستند، و در واقع رأیایی رو که خانم نیکی هیلی آوردن نشانگر گروهیه که میخوان در داخل جمهوری خواه رأی بدن، اما نمیخوان با آقای ترامپ رأی بدن. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینه که تمامی اونها بیرون هستن، آقای ترامپ و آقای بایدن در نوامبر امسال رو در روی همدیگه قرار خواهند گرفت. حالا به هر نحوی که هست، این دادگاه ها، این باند، این پول و بقیه، به نظر من اینا کنار خواهند نشست و این انتخابات انجام خواهد شد. عروس آقای ترامپ، زن پسر بزرگشون، خانم لارا ترامپ، ایشون کوچر، یعنی در واقع به عنوان رئیس مشترک حزب جمهوری خواه هستن و در واقع دارن کارهایی رو انجام میدن که شاید بتونن یه مقداری تفکر آقای ترامپ رو عوض بکنن. انتخابات آمریکا در پیش رو، در نوامبر پیش رو، یک مسئله جانبی داره که زیاد راجبش صحبت نشده، یک شخص جانبی داره به نام آقای کندی. آقای کندی که من فکر میکنم بالاخره ایشون به عنوان نفر سوم در این انتخابات شرکت خواهد کرد، من فکر میکنم آرای بیشتر رو از حزب دموکرات خواهد گرفت تا از حزب جمهوری خواه. انتخابات آمریکا، اونایی که دموکرات هستن به دموکرات ها رأی میدن، اونایی که جمهوری خواه هستن به جمهوری خواه رأی میدن. 7 ایالت هست در آمریکا که در واقع تکلیف این انتخابات رو معلوم میکنه، و اگر همون تغییر روش آقای پرزیدنت بایدن و آقای بلینکین و بقیه رو دارید نسبت به اسرائیل و بقیه میبینید، به خاطر ایالت میشیگان هست، که ایالت میشیگان اگر اون رای دهندگانی که خودشون رو به عنوان uncommitted، به عنوان کسانی که غیر تعهد بود، رای بدن، ایالت میشیگان میتونه برگرده جمهوری خواه بشه و آقای بایدن میتونن انتخابات رو ببازن، و اون تغییر رویه و روش آقای کلینتون، ببخشید، آقای بایدن و بلینکین هم به خاطر همین دلیل، چون ترس دارن حتی از تعدادی رأی مسلمانان، حالا یا فلسطینی ها یا اعراب آمریکایی که هستن. در هر حال این انتخابات رو در 1-2 ماه آینده این صحنه ها خیلی گرمتر خواهد شد، ولی باز هم تا امروز که داریم صحبت میکنیم، با همه مشکلاتی که آقای پرزیدنت ترامپ دارن، باز هم ایشون رو در رو، یعنی در مقابل یکدیگر، 1-2 درصد، چند درصد از آقای بایدن جلو هستن، و چون این درصد، یعنی 3-4 درصد، میتونه اون چیزی که بهش میگن margin of error، میتونه در حد اشتباه اون نظرسنجی ها باشه، بنابراین آقای بایدن این احساس رو داره که میتونه این انتخابات رو ببره. آیا اینطور خواهد شد؟ باید دید که داخل آمریکا به چه چیزی رأی میدن. داخل آمریکا، حتی یهودیان آمریکا به اسرائیل رأی نمیدن. چه اتفاقی داره در اسرائیل میفته؟ چون اسرائیل قسمتی از انتخابات آمریکا نیست. اسرائیل دوست آمریکاست. بنابراین اونها نگاه میکنن به مسائل پلتفرم فکری حزب دموکرات، وضع اقتصادی و وضع امنیت کشور. اینجاست که دموکرات ها اشکال دارن، اینجاست که این مسئله بازگذاشتن مرز ها که میبینیم دادگاه کشی در تگزاس هست که بگیریم یا نگیریم یا دستگیر بکنیم، ببخشید، اینا که میان غیر قانون هایی که میان در داخل کشور، من فکر میکنم اون مسئله است که تصمیم گیری انتخابات آینده امنیت آمریکا، و اون چیزیه که به نظر من رای دهندگان خیلی باید بهش فکر بکنن، چون ما نمیتونیم سیستم open borders، اون چیزیه که دموکرات ها دارن تعمیل، همین هایی که من میگم چپ افراطی و پروگرسیو و مترقی، همین ها این ها آقا مرزها رو باز بزن، آخه نمیشه که مرزها رو باز بزن، ما بینیم آقا چی داره میاد در داخل این مملکت، خب با چه مجوز قانونی. بنابراین مسئله که من فکر میکنم در چند هفته آینده داختر و داختر خواهد شد. ولی خب به نظر من جالبترین سال انتخاباتی آمریکا است، حداقل من در 40 سال گذشته که این مسئله رو دنبال کردم هیچ دفعه تا مثل الان ندیدم، غیر از سالی که آقای بیل کلینتون به مقابله بوش پدر رفتن، جورج بوش پدر رفتن، و در واقع کسی که آقای بوش پدر رو، جورج بوش رو، ازش خوشش نمی اومد، یک دشمن اقتصادی ایشون بود به نام راس پرو،
که ایشون اومدن و باز رأی جمهوری خواه رو گرفتن، دموکرات ها بردن. آیا امسال هم اون اتفاق خواهد افتاد؟ چند هفته آینده فکر میکنم تصویرها روشنتر خواهد شد. بفرمایید. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنی که این باعث میشه که ترامپ برنده بشه؟ من در هفته دیگه راجع به آقای رابرت اف کندی که پسر آقای رابرت کندی هستند صحبت بیشتری خواهم کرد و توضیح خواهم داد که چرا آرای ایشون اگر شرکت بکنه و بتونه دور بگیره کارش، آرای حزب دموکرات و آرای مستقلانی که به حزب دموکرات یعنی independent voters آره که به اونا رو اونها، میدوزه. بله اونجا اشکالیه که این مسئلهیه که فکر میکنم حزب دموکرات رو لطمه خواهد زد، مگر اینکه آقای برنی سندرز و بقیه دوباره بیان بیرون و شمشیر رو از رو بکشن بگن رای بدین دیگه. باید دید که طرفداری آقای بایدن و پشتیبانی آقای بایدن، همین سیاستش که در مقابل اسرائیل دارن انجام میدن، خب اون پشتیبانی از اون آرایی که نمیخوان بزنن فرار بکنن. ولی خب در هفته های آینده من گفتم مسئله امنیت آمریکا و این مسئله مرزهای بازه، ما نمیتونیم در کشور حالت آی ببانی، ما به همه این غیرقانونی که میان آمریکا احتیاج داره، آمریکا داره پیر میشه. الان شما نگاه بکنین میبینین که کسانی نیستن که از اونا که سنشون بالاتر میره مواظبت بکنن. خب اینا بالاخره میان اینجا چهار کلمه زبان یاد میگیرن و اون میرن از پیرزنها پیرمردها و اونا که بازنشسته اصلا مواظبت میکنن. سیستم های حالا آقای ترامپ جنگ ماشین رو انداختن، آقای بایدن میگن که ماشین های باید تا 10 سال یا 15 سال دیگه 70% ماشین های که در آمریکا تولید میشه یا وارد میشه ماشین الکتریکی باشه، ماشین برقی باشه. آقای مهربانی انجام نخواهد شد چنین مسئله. شما نمیتونی اون آمریکایی که یه دونه از این تراک های نمیدونم 6 چرخ و 8 چرخ دارن به این بلندی و فلانه که بنزین توش میزنه میخواد جاده باز بره 400 مایل بعد دوباره بره بنزین، شما جلنا نمیتونین بگیرید. آمریکا جور دیگری ساخته شده، آمریکا اروپا نیست که خیلی نزدیک باشه. این درکیه که من با سالها زندگی کردن در اینجا دیدم. شما برین لاس وگاس، 10 مایل از لاس وگاس برین بیرون، آب بزنین تو جاده، این تراک های پیکاپ تراک من ها رو میرفتم، خودت شاهدی که این جاده رو هر دو هفته با اومدین دیدین میرفتم تو آریزونا. اینجا اروپا نیست که بگن وسپا سوارشین، موتورسیکلت سوارشین. چرا؟ در تمامی اروپا، دوستان اروپایی من خیلی بهتر از من میتونن توضیح بدن که اون چیزهایی که به عنوان چیزهای برقی هست، استیشن هایی که برق به ماشینتون میده مثل الکتریفای امریکا و بقیه تسلا و اینا، خب در اروپا خیلی بیشتره، موتورسیکلت های برقی اومده اونا رو میدازن، ولی آمریکا قدری متفاوت تره، بیشتر طول میکشه و اونهایی همیشه در آمریکا انتخابات رو میبرن. آره درسته، حتی این نیتروژن ها که اومدن با مشکل برخورد کردن، گفت بیا من 2 سال نیتروژن تو مجانی میدم، کارت بد میدم برو سوخت بزن، ولی هم ایسکاش کمه، همینی که نیتروژن خیلی گرونه، در چه کسانی که از اینا داشتند و دارن میبرن که یکی ماشینا رو پس میدن و تعویض میکنن با یه ماشین دیگه، ولی این که ضررم بکنن ولی سودش رو تو اون تفاضل قیمت سوخت پیدا میکنن. خیلی مشکلات هست، حق به جانب شماست. ولی یه نکته هم بگم آقای بهبهانی، این باتری هایی که چارج میکنه ماشین الکتریکی در این کالیفرنیا، نوادا، حالا آریزونا اینا اوکیه در جای سرد، اما شما وقتی میرید شرق آمریکا تو اون هوای یخبندون اینا کار نمیکنه. ببین این داستانیه که میگم آقای پرزیدنت بایدن نمیتونن تا 10 سال دیگه تولید 70% جلوی تولید 70% از ماشین های گس کامباشن یعنی ماشین های بنزین رو بگیرن. برای همینه خب در ایست هم رفتن این ماشین ها رو خریدن، ولی خب کار نمیکنه دیگه. در حال هفته بعد من صحبت. حقیقتش میخواستم ماشینم رو برم عوض کنم، دیزل رو ببرم بدم یه دونه از اینا، گفتم اینا افتون. گفتن که اینا ممنوع میشه. دوست مشترکمون علی گفت آقا تو صبر کن ببین تا اون موقع اصلا من و تو هستیم یا نیستیم، یعنی ماشینی که داری خوب و آقای بهبهانی، شما وقتی یک ماشین الکتریک مثل تسلا رو میخرید، من برای پسرم گرفتم، وقتی که میگیرین خب ببینید این ماشین مثلا
40 کیلووات برق مصرف میکنه. اگه در شب شما این استفاده بکنید، 40 کیلووات یعنی 8 دلار 10 دلار پر میشه، 250 مایل تا 300 مایل هم براتون میره. آره 300 مایل میره. بله، بنابراین دوستتون آقای علی، خب حالا نمیدونم چجوری دارن فکر میکنن، ولی گفت همین دیزل رو نگرده دیگه. بله خب دیگه، حالا من میگم خیر، الکتریکا رو فعلا در کالیفرنیا بگیریم، برای اینکه خب تاثیر میذاره. در هر حال ایشون شاید بیشتر از من میدونه. یعنی الکتریکار به نظرت بهتره؟ آقای ببینید، ببینین امروز تسلا اومده. الان چقدر خرج کردی که این یارو پریز برق رو بیاری توی گاراژ که بتونی؟ نه، ما بیرون خونمون اون فریز به اصطلاح های ولتاژ بود و این دستگاهی که یعنی شهرداری گذاشته بود اونو یا خودت؟ نه، قبلا اینجا یه سری کار الکتریکال ما کرده بودیم، منم میدونستم باید بالاخره این کارو بکنیم، اون ولتاژ گذاشته بودیم، ولی آوردنش زیاد خرجی نداره. 1000 تا 1500 دلار شامل دستگاه از شما میگیرن که این کارو براتون انجام بدن اگر نداشته باشید، یعنی سیم کشی برقو بکنن. خود دستگاه بین 300 400 500 دلار پول دستگاهی که چارجر با سیمش و ایناست. بعد الکتریشن هم ازتون تا اونجا که من ما که تو ساختمون خودمون که نیستیم حق داشته باشیم این کارا رو بکنیم. شما اجاره ای اون ساختمون باید چارجر داشته باشه. نداره. اینجا فکر نکن. ولی میپرسم از اینایی که تسلا دارن میپرسم چجوری چارج میکنه. نکته خوبی. بسیار آقا ممنون. وقت تو نگیرم، میدونم گرفتاری. یه بار دیگه نوروز رو به خودت، عزیزانت، خانواده، پدر و مادر نازنین، همسر بزرگوار از صمیم قلب تبریک میگم و بهترین شاد باشای نوروزی رو تقدیم حضورتون میکنم. ممنون آقا جان، متشکرم. سپاس و بدرود. تشکر از شما. بها شنیدیم چه با سرعتم رفت. خیلی گرفتاره این رفیق ما. ازتون ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهر و حضور در برنامه، از اینکه مهر کردی و برنامه رو دنبال کردی. از تو نازنین هم سپاس گذارم، باز هم ممنون و با بهترین شادباشای نوروزی متشکرم.